دکتر فخر و سادات محتشمی پور و عزت الله صحابی. تجلیل از دولت‌های اصلاحات و سازندگی از سوی یک چهره ماندگار. محکومیت ایران به نقض حقوق بشر در سازمان ملل. حزب مؤتلفه اسلامی و ادعای نداشتن فعالیت اقتصادی. طلاق گسترده عاطفی در ایران. فیلترینگ به سایت‌های فرهنگی ادبی رسید. همسر تاجزاده با عزت الله صحابی دیدار کرد. عزت الله صحابی در دیدار با فخر و سادات محتشمی پور با تحسین تحلیل‌های تاجزاده تاکید کرد که شنیدن همه صداها بهترین راه برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود است. همسر سید مصطفی تاجزاده با حضور در دفتر کار مهندس صحابی با او در ارتباط با شرایط روز گفتگو کرد. به گزارش نوروز وی در این دیدار گزارشی از وضعیت همسرش در قرنطینه اوین داد و از عدم اجرای قانون و عدالت در کشوری که مسئولینش ادعای ام القرا بودن را دارند شکوه کرد و گفت علارغم ضعف جسمی و بیماری ها روحیه آقای تاجزاده عالی است و او برای ماندن در زندان برنامه ریزی کرده و به خانوادهش اجازه نمی دهد که هیچ درخواست ملتمسانه از آنان که او را به ستم و بدون کوچکترین جرم و گناهی به بند کشیدند داشته باشند. در این دیدار مهندس صحابی ضمن ستایش روحیه و توان پایداری تاجزاده تدبیر و پختگی و تحلیل‌های او را قابل تحسین دانست و گفت جای افسوس دارد که امثال تاجزاده که باید جامعه از توان و اندیشهشان بهره‌مند شود در زندان هستند و خشونت طلبان افراطی زمام امور را در دست گرفتند و کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشانند. حزب مؤتلفه هیچ فعالیت اقتصادی ندارد. قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی با رد هر گونه فعالیت اقتصادی توسط تشکل مطبوعش دلیل این امر را ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای احزاب عنوان کرد. به گزارش خبر آنلاین، اسدالله بادامچیان در برنامه تلویزیونی دنیای سیاست شبکه 2 در پاسخ به سوالی درباره فعالیت اقتصادی حزب مؤتلفه و منحصر شدن این حزب به بازار گفت اینکه ما را منحصر به بازار بدانند مطلب غیر واقعی است، چون مؤتلفه که از سال 42 که با فرمایش امام شکل گرفت از همه اصناف اعم از کشاورز، روحانی و فرهنگی در آن حضور داشتند و الان هم از 30 دبیر استانی ما 29 نفر فرهنگی هستند. وی گفت حزب مؤتلفه هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، چرا که بر اساس قانون احزاب فعالیت اقتصادی برای آنها ممنوع است. نیمی از زوجهای ایرانی از زندگی خود راضی نیستند. سید ضیاء هاشمی، استاد دانشگاه تهران و رئیس مطالعات اجتماعی این دانشگاه در گفتگو با ایلنا خبر داد که نزدیک به نیمی از زوجهای ایرانی از زندگی خود راضی نیستند و بین آنها طلاق عاطفی اتفاق افتاده است، به این معنی که اگر رسما از هم جدا نشدند اما دیگر عاطفه‌ای به یکدیگر ندارند. هاشمی در پاسخ به این سوال که وضعیت طلاق عاطفی در کشورهای دیگر به چه شکل است گفت هرچه امکان عملی طلاق بیشتر فراهم شود خود به خود از میزان طلاق عاطفی کاسته می شود. به عبارت دیگر چون در جامعه ما از یک طرف طلاق یک امر مکروه و ناخوشایند است و از طرف دیگر موانع عرفی، عملی و اجتماعی فراوانی برای طلاق در کشور وجود دارد، طلاق امری دشوار و پیچیده است و با موانع بسیار همراه است. در نتیجه میزان طلاق عملی به نسبت میزان نارضایتی از خانواده کمتر می شود، اما در جوامعی که طلاق امکانات بیشتری دارد و یا موانع کمتری دارد، نسبت طلاق عملی به طلاق عاطفی بیشتر است. فیلترینگ به سایت‌های فرهنگی ادبی رسید. سایت ادبی فرهنگی هوشنگ گلشیری فیلتر شد. به گزارش کلمه، بنیاد فرهنگی مطالعاتی هوشنگ گلشیری که به نام داستان نویس معاصر ایران تأسیس شده است، در این سایت درباره فعالیت‌هایش اطلاع رسانی می‌کند. فعالیت‌های بنیاد گلشیری شامل اهدای جایزه سالانه هوشنگ گلشیری به آثار برتر ادبیات داستانی و نقد ادبی به زبان فارسی، تشکیل کارگاه‌های داستان نویسی، جلسات داستان‌خوانی و نقد و بررسی و همچنین تأسیس مرکز انتشارات و کمک به چاپ و نشر آثار داستان نویسان است.
پیش از این نیز فیلتر شدن سایت ده خدا تعجب اهالی فرهنگ و ادب را فراهم کرد. ایران به نقض حقوق بشر محکوم شد. در حالی که محمد جواد لاریجانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد مانع تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شود و پیشنویس این قطعنامه را نیز غیر حقوقی و فاقد وجاهت ذکر کرده بود، سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آراء 88 کشور ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل که به کمیته سوم شهرت دارد، طی روزهای اخیر پیشنویس قطعنامه‌ای درباره اوضاع حقوق بشر در ایران را در دست بررسی داشت تا اینکه روز پنجشنبه 27 آبان ماه 89، 18 نوامبر 2010 آن را به رأی اعضای سازمان ملل متحد گذاشت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اعلام اینکه این قطعنامه 44 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع نیز داشته است، خاطر نشان کرد که تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تدوین شده بود، قدم بسیار مثبتی در راستای تلاش پیوسته برای تقابل با بحران در حال رشد ایران در زمینه حقوق بشر است. کمپین خاطر نشان کرده است نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد میباید مکانیزم‌هایی برای پاسخگو کردن حکومت ایران برای نقض حقوق بشر و اجرای مفاد قطعنامه پیاده سازی کنند. گفتنی است روز پنجشنبه طی مراحل رأی‌گیری در سازمان ملل، محمد جواد اردشیر لاریجانی، نماینده بلندپایه جمهوری اسلامی که جهت تلاش علیه رأی آوردن این پیشنویس به نیویورک رفته بود، سعی داشت با یک ترفند آیین‌نامه‌ای تحت عنوان اقدام جهت عدم تحرک مانع انجام رأی‌گیری شود، اما با 91 رأی مخالف اقدام ایران و 51 رأی موافق این اقدام، مانور وی با شکست خیره‌کننده‌ای روبرو شد. پروفسور رفیع‌پور در مراسم چهره‌های ماندگار: حاصل کلام خدا و ایران است. به گزارش خبر آنلاین، پروفسور رفیع‌پور در مراسم چهره‌های ماندگار در سخنان کوتاهی با امید دادن به جوانها گفت: من کودکیم را در اتاقی 3x4 در حوالی پل چوبی با دیگر اعضای خانواده گذراندم و هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم تحصیل کنم، اما لطف خدا و عهدی که با خودم برای نوکری ایران بستم مرا موفق کرد. دکتر رفیع‌پور همچنین از همسر و 4 فرزندش به عنوان مسافران قایقی نام برد که همگی برای رسیدن به موفقیت او همراه یکدیگر پارو زدند. این استاد جامعه شناسی سپس از دکتر ایرج فاضل، دکتر مصطفی معین و دکتر جعفر توفیقی، وزیران اسبق آموزش عالی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، به نیکی یاد کرد. رفیع‌پور سخنانش را با این عبارت به پایان برد: حاصل کلام من این است: خدا، ایران.